شروع. امیر هستم، راجع به فیلم ال از پلورهوفن میخوام صحبت بکنم. خب این فیلمی هست که من خودم 2 سال پیش بعد از فیلم فرهادی، فیلم فروشنده دیدمش توی کن، یعنی پشت هم بودن و یه دلیلی که فیلم فروشنده رو اصلا نتونستم دوست داشته باشم دیدن این فیلم بود، به خصوص نوع نگاهی که به قضیه تجاوز داشت و وقتی تفاوتش رو نگاه میکردم با فیلم فروشنده که حالا توی اینم حرفان بشه اشاره میکنم. به هر فیلمی بودش که برای من خیلی جذاب بود، فیلمی بود که تو همون سالم مجله کایدو سینما به عنوان یکی از بهترین فیلمایی که تو کن میتونیم ببینیم معرفیش کرده بود و تو انتخابای آخر سالش هم به عنوان یکی از بهترین فیلمهای سال مجله کایدو سینما معرفیش کرد. فیلمی هست که جوایز زیادی رو هم گرفت و تو گولدن گلوب هم برنده جایزه شد، ولی خب توی اسکار دیگه به فروشنده اصلا نرسید، به مرحله بالا و جایزه رو خب میدونه فروشنده گرفت. این فیلم رو من از سه نگاه نگاش میکنم. اول اینکه رابطهش رو با نئونوار و اروتیک تریلر بررسی میکنم، بعد در رابطه با مفهوم ریپ تو این فیلم، تجاوز و نوع ارتباطش با تجاوزی که در فیلم های هنری اروپایی میبینیم صحبت میکنم و آخر بارم مقایسهش میکنم با فیلم فروشنده و سر یه سری مزامین. فیلم خب جزو اروتیک تریلر ها محسوم میشه. اروتیک تریلر یه جانری هست که از 1980 به بعد تو سینمای آمریکا خیلی شوی گرفته با فیلم های مثل بادی آف هیت. میتونیم ادامهش بدونیم به سبک نئونوار که در دهه 40 تو آمریکا داشتیم، که در اون فن فتال داشتیم و داستانی که در اون مثلا در یک محیط دارک یک شهر تلخ رخ میداد و در از طریق اون قهرمان میباسه یک حقیقتی رو کشف کنه و در اون تنشن های زیاد جنسی هم وجود داشت. این اروتیک تریلر ها تو دهه 80 ادامه شدن بر همون سبک نوارا. یه بخشی از سینمای نوارا رو تشکیل دادن که در اون فیمل سکشوالیتی یا میل سکشوالیتی نقش خیلی واضحی و بزرگی رو داشتن. در حقیقت تو دهه 80 مخصوصا بعد از اینکه فیلم های مثل دیپ تروت تا آمریکا ساخته شد تو دهه 70 و اینکه پورنوگرافی یک مقدار به سینما نفوذ پیدا کرد و یه بخشی به صورت اروتیسم و آرت در هم تداخل پیدا کردن، به عنوان یک بخش اصلی از بدنه سینما در اومد، بخشی در اون که خوبم از لحاظ تجاری هم جواب میداد، یعنی فیلم های خیلی زیادی در این دوره ساخته شدن که با هزینه های کم ولی خیلی با استقبال خوب تو گیشه روبرو بودن و مشخص بود که جامعه آمریکا یا جامعه که اصلا کلا اون دوره دنیا این نو سینما علاقمند هسته. به قول معروف از فرمول سکسی سیل، سکس خوب میفروشه، خیلی خوب استفاده میتونستن بکنه فیلم. برحال اینا تر اواخر دهه 70 زیاد شدن. تو دهه 80 با ورود ریگان و به خاطر اون فضایی که ریگان تر آمریکا درست کرد و اینکه محافظه‌کاری تو آمریکا بالا رفت، این جنر یه مقدار فید اوت شد، مقدار کمتر شد اثراتش، ولی تر دهه 90 با اومدن کلینتون و عوض شدن فضا دوباره این نوارها و تریلرها تعدادشون زیادتر شد. فیلم‌های مثل بیسیک اینستینک غریزه اصلی رو می‌تونیم ببینیم که مثلا همین کارگردان ساخته بوده، یا شوگرز یک کار دیگر از همین کارگران. به هر حال فیلم‌هایی بودن که در دهه‌های بعدی خیلی ساخته شدن، فتال اترکشن، و همیشه با استقبال خیلی خوبی روبرو شدن. فیلم‌هایی هستن که در اون بدن جذابیتش نقش خیلی مهمی رو ایفا می‌کنه و به بدن و جذابیت جنسیش به عنوان یک تابو نگاه کرده نمیشه. از اون تابوها رو ما می‌بینیم، ولی از یک طرف با یک دونه لذت هم اون نوع سینما روبرو هست، یعنی لذت رو هم به بیننده اون نوع سینما میبخشه. مثل فیلم های نوار اگر دقت کنید، یا مثل فیلم های نوار ما میتونیم استایل این فیلم رو ببینیم که کاملا تاثیر گرفته. نوع موسیقی که استفاده میشه، این که چجوری مثلا همون اول بار وارد فضای داستان میشیم، اون گربه ای که داره مثلا اتفاق و داستان نگاه میکنه و فضای خونه ای که رنگ هایی که استفاده میشه، تمام اون ترکیب بندی که ما در فیلم های نوار دهه 40 رو میبینیم رو دوباره داره زنده میکنه. این دفعه استفاده کردن از سبک های جدید، تکنیک های جدید نورپردازی و استفاده کردن از فضاهای موسیقی فن فتال ها، دوباره میل سکشوالیتی هایی که در کوشن هستن، در حقیقت این فیلم ها زیاد هستن، با این تفاوت که دیگه الان فیمیل سکشوالیتی به عنوان یک پرابلم کمتر دیده میشه تو این فیلم های نوار در جدیدن، بیشتر میل سکشوالیتی هسته که به عنوان یک پرابلم دیده میشه و فیلم های نوار به خاطر حالا مثلا جنبش های فمینیستی یا اینا کمتر روی فیمیل سکشوالیتی و اینکه دنجرس فورمز هست، فرم خطرناکی رو داره، زوم میکنن. این خب فیلم مشخصا در همین سبک نوار و این سبک های اروتیک تریلر ها قرار میگیره. فیلم هست که در همون جور که گفتیم در
فرانسه ساخته شد. کارگردانش پری ورهوفن همونجوری که گفتم هسته و خود پری ورهوفن من چون یه مصاحبه باش داشتم از مشکلات ساخت این فیلم هم خیلی مینالید، اینکه اول دوست داشته فیلم رو تو آمریکا بسازه ولی هیچ بازیگر آمریکایی حاضر نشده تو فیلمش بازی کنه، مثلا بازیگر مثل شارون استون یا نیکول کیدمن هر کدوم که این نقش رو بهش پیشنهاد دادن که یک زن رو زن که روش تجاوز انجام میگیره و اینکه قرار هست از خودش دفاع کنه رو بازی کنه، هیچکدوم از اینا قبول نکرده بودن و خودش مدتی میگفتش که من مونده بودم این فیلم رو چجوری با تولید بکنم، تا اینکه تایید کننده بهش پیشنهاد میده که این فیلم رو توی فرانسه تولید بکنه و گفتیم و بهش خبر میده که الیزابت هوبر خیلی به داستان علاقمند هسته و قبول کرده که در این داستان بازی بکنه. و هر یکی از بچه‌ها یه کامنت در مورد این محیط آمریکا داده بود و اینکه بله این فیلم قرار بود تو آمریکا ساخته بشه ولی نتونست ساخته بشه، یعنی با وجودی که مثلا سینمای تریلر اروتیک تریلرها وجود دارن با این وجود هنوز سینمای آمریکا نسبت به این ژان یه مقدار حساسیت و واکنش منفی رو نشون میده. به هر حال این اروتیک تریلر با این شرایط از روی یک کتاب ساخته میشه. این اکثر این داستانی که ما داریم میبینیم بر اساس یک داستان یک کتاب است که خیلی کم هم توش پری ورهوفن اومده دست برده و یا اتفاقات ماجراها رو عوض کرده. تنها ازش که من سوال کردم میگفتش که از مهمترین تفاوتهایی که با خود کتاب داره این هسته که در کتاب شغل اصلی زن این هسته که یک مجموعه نویسنده ها رو اداره میکنه، یعنی یه سری نویسنده هستن که این نویسنده ها به اینا پول میده و اینا مثلا برای رادیو تلویزیون داستان مینویسن، ولی این تبدیلش میکنه به اینکه یک مدیر یک مؤسسه بازی هست. اینو ایده رو دخترش بهش میده و احساس میکنه که این ایده بازی خیلی ارتباط نزدیکی رو داره با اون فضای که میخواد در کل خود فیلم ایجاد بکنه و با ارتباط بین دو تا شخصیت اصلی که حالت بازیگونه رو داره. برای ساختن این فیلم تلاش خیلی زیادی هم کرده. پری ورهوفن نزدیک 78 سال سن داره و وقتی که من دیدمش خیلی شاد و سرحال بود با این وجود سن سال و خیلی جالب هست که رفته فرانسوی رو یاد گرفته برای اینکه فیلم رو بتونه یاد بگیره و کاملا فلوئنت شده. یعنی کارگران هست که کاملا علاقه داره و سعی میگفتش من تماما با بازیگران خودم سعی میکردم به فرانسوی صحبت بکنم و فضا رو پیش ببرم و یه فیلم ساخته که کاملا دقیقاً خیلی شبیه فیلمای فرانسوی میتونی ببینیم. اگر ما سینمای اکستریم فرانسه رو دنبال کرده باشیم و آشنا باشیم با کارهای کارگران مثل دومون، گاسپر نوئه، کاترین بریارد میتونیم ببینیم که تو همون سبک و همون ترادیشن داره حرکت میکنه. سینمای امروزی معاصر فرانسه خیلی سینمای بروتالی هست، سینمایی هست که توش مثلا روابط فرجیل، روابطی که توش مثلا سکشوالیتی نقش خیلی مهمی رو داره، وایولنس، این دامیننت ترندی هست که در سینمای فرانسه دیده میشه و اینم تقریبا تو همون سبک ها قرار گرفته. حالا و یه خور حالا هم خود داستان رو این مقدار هم حالا خلاصه بندی کرده که حالا اینجا میتونیم در مورد اینکه مثلا این فیلم خیلی حال ایونت فول هم در اومده صحبت کنیم، هرچند که من فکر می‌کنم این ایونت فولش هم خیلی در اون ساختار ریزماتیک داستان خوب نشسته، یعنی با وجودی که مثلا اتفاقات زیادی در میفته در نهایت احساس میکنی که یک یونیتی و یک پارچگی در کل داستان وجود داره و یه جوری هم نراتیو احساس میکنی که ضد اون ساختارهای کلاسیک و سنتی سینمای آمریکا هسته که نقاط اوج و نقاط عطف و مختلفی داره. تقریبا تمام فیلم همونجوری که میبینیم در لول بالا بازی میکنه، ولی خب خیلی جالبه آدم مثلا این نمونه فیلم رو با فیلم مثل محمد هم مقایسه بکنه. فیلمی هسته که تو ایران یک سال پیش ساخته شد، اونم فیلمی هست که همش در نقاط اوج داره بازی میکنه، نقاط بالا بازی میکنه و همش مثلا با مثلا میراکل و اتفاقات رویایی برای حسن محمد روبرو هستیم، ولی این کجا اون کجا، یعنی قشنگ مشخص هست که همیشه بازی کردن با نقاط بالا و اینکه در مثلا داستان و داستانهای ایونت فور رو طراحی بکنی چیزی نیست که مثلا یک اثری رو خلق بکنی که شلم شوربا در بیاد، در نهایت میتونی یک گاهن از این روش اگر آگاهانه استفاده بکنی یک حس یونیتی رو به داستان بدی، در حقیقت اگر بدونی چجوری این داستانهایی که قرار هست در نقاط بالا بازی میکنن رو با هم تلفیق بکنی. این یه موردی هست که ارتباطش با نوار و همچنین سبکای معاصر فرانسوی امروزی میتونیم بگیم. مورد دومی که من می‌خواستم راجع به صحبت کنم رابطه این فیلم با سبکای سینمای هنری اروپا مخصوصا و سینمایی هست که به مسئله به خصوص ریپ و تجاوز خیلی اهمیت میده. یک اکثر فیلمسازای اروپایی، فیلمسازای بزرگ مثل آلمادوار، فیلمسازای مثل بونوئل،
اگر تو کارهاشون ما نگاه کنیم مسئله تجاوز وجود داره، یعنی بخش زیادی از مثلا فیلم مایکلی رو نگاه کرده باشیم نیکد، اما اونم یه صحنه خیلی تجاوز معروف داره، گاسپر نوه تجاوز خیلی مهم میده. اصلا تو سینمای هنری تو اروپا تجاوز به عنوان یک بخش مهم سینما در اومده که این تجاوزها به اشکال مختلف در کلیت بخشیدن به داستان کمک میکنن و به دلایل مختلف. یک ایده وجود داره در بین منتقدین که میگه که مثلا ما دو جور مثلا فرم تجاوز داریم یا سکس، یه نمونه داریم تو سینمای هالیوود هست و این نمونه تو سینمای هنری. میگه مثلا فیلمای آمریکایی رو نگاه بکنیم، هالیوودی رو نگاه بکنیم، باید بگیم اونا همش مثلا در خدمت هژمونی مسلط هستن، یعنی این که دارن مثلا کپیتالیسم رو باز تولید میکنه. و وقتی به فیلمای اروپایی میرسه میگه نه، این فیلمای اروپایی کارگران خیلی آگاه هست و باهوش و اگر حتی تجاوز چیزن در فیلماش قرار میده، اینا به یک دلایل مثلا ترانسندنتال، به دلایلی قرار داده که مثلا از درک و شعور ما فراتر هست و اصلا نباید مثلا زیر پرسش قرار بدیم. ولی خب یک خانش جدیدی که مخصوصا پست فمینیستا از تجاوز در سینما کردن، این خانش رو مورد زیر سوال قرار دادن و این مسئله رو مطرح کردن که ما باید دقیقاً حساس باشیم نسبت به تجاوز و اینکه چجوری در سینمای هنری به نمایش گذاشته میشه. یکی از مثلا بحث خیلی جالب رو که رابین وود کرده بود در مورد فیلمای گودار هست، اینکه در گودار در سینماش از لحاظ فرمی خیلی آوانگارد هست، ولی وقتی ما مسئله مثلا سکشوالیتی، فمینیتی یا ریپ میرسیم میبینیم کارگران کاملا رگرسیو، کارگران کاملا واپسگرا هست، ولی خیلی از منتقدان این بحث رو مثلا دقت نمیکنه. حالا اگر ما بیایم به مسئله تجاوز تو این فیلم نگاه بکنیم، من فکر میکنم یکی از نمونهای جالب و یک نمونهای تقریبا آوانگارد رو میتونیم توی مبحث تجاوز یعنی حقیقت تو این فیلم ببینیم که خیلی نزدیک شده به کارهایی که مثلا تو فیلم بزموا یا مثلا تو کارهای کاترین بقیاق ما میتونیم نگاه بکنیم. تو یه نمونه فیلم های تجاوز هسته که مثلا وقتی به فرد تجاوز میشه، ما میبینیم که اون شخص بر اساس اون عمل تجاوزی که بر زندگیش رخ میده، تمام زندگیش حالت فروپاشی رو پیدا میکنه و در نهایت مثلا وقتی میتونه مشکل تجاوز رو حل بکنه که مثلا نیروهای از بالا به کمکش بیاد، مثلا مردی به کمکش بیاد یا پلیس به کمکش بیاد. یه گفتمانی که وجود داره هست این هست که این نمونه تصویر کردن تجاوز این ایده رو میده که زن همیشه بدنش یک بدنی هست که هر لحظه ممکنه مورد تجاوز قرار بگیره و هر لحظه به خاطر تجاوز شکل جدیدی رو قرار بگیره. این ایده ترس رو بیشتر منتقل میکنه به زنها، این که مثلا اگر تو فضای تاریک بری هر لحظه ممکن است یه مردی از راه برسه مثلا به تجاوز بکنه. یه گفتمانی هست که خیلی فوکو وقتی در بحث سکس و قدرت در مورد صحبت میکنیم، یه گفتمانی هست که اخیراً خیلی رایج شده و این ایده رو منتقل کرده تو اگر بیای مثلا تجاوز بکنی، اگر مثلا با یک بچه رابطه داشته باشی، این بزرگترین گناهی هست یا که بزرگترین جنایتی هست که میتونی در تاریخ بشریت انجام بدی. حتی اگر مثلا بیای شاه یک مملکت هم بکشی، به اندازه اینکه تجاوز به یکی کرده باشی، این گناهش بزرگ نیست. و فوکو این بحث رو مطرح میکنه که این در ادامه همون گفتمانی هست که سکس رو دنجرس تصور میکنه، میخواد بگه آقا رابطه جنسی در هر شکلی صورت میگیره یک رابطه خطرناک هست و یک نوع بیماری محسوب میشه که باید از اون پرهیز کرد و دنبال اون آزادی های جنسی که مثلا جامعه ایجاد کرده نرفت و ترسید از مثلا ارتباط با دیگری و ارتباطات جنسی. و این نوع نگاه رو پست فمینیستا مثلا در یه سری از نوشته‌هاشون در مورد فیلم‌ها می‌نویسن مورد استفاده کردن و مورد پرسش قرار دادن دیدگاهی رو که در مورد سکس و تجاوز در بعضی از فیلم‌ها قرار داره. مثلا ما تو فیلم بزموا اگر نگاه بکنیم، در اونجا ما دو تا زن رو می‌بینیم که در اول فیلم مورد تجاوز قرار می‌گیرن. جالبه این فیلم در این هست که وقتی در اون صحنه اول مورد تجاوز قرار می‌گیرن، یکی از زن‌ها هست که وقتی مورد تجاوز قرار می‌گیره می‌ترسه و گریه می‌کنه و اینا، و یکی از زن‌ها هست که اصلاً بی تفاوت برخورد میکنه و یکی از وقتی که مردی که متجاوز بهش روبرو میشه میگه تو چرا اینجوری داری با بی تفاوت برخورد میکنی، میگه این فقط آلتت هست که بین من هست، یک چیز دیگه نیست. و وقتی این حرف رو میزنه اون مرده اصلا از حرکت کارش دست برمیداره، چون اصلا احساس میکنه که تمام قدرتی که میخواسته بر اون تحمیل بکنه اصلا بی معنا هست. تو این فیلم ما خیلی مثلا این حالت رو در این شخصیت تا حد زیادی میتونستیم ببینیم که این شخصیتی هست که مثلا یک عمل تجاوز جنسی در مورد صورت گرفته، مورد حمله قرار گرفته، ولی کاملا اصلا بی تفاوت نسبت به این
عمل جنسی داره برخورد میکنه. تو بزمو ها یک دیالوگ خیلی مهم هست، یک جالب هست که اون شخصی که مورد تجاوز قرار گرفته میگه که من ماشینم یه جا پارک کردم و یک دزدی ممکن از راه برسه که مثلا حالا یه چیز از توش بدزده. این فردی هم که اینجا اومده بودش، حالا اسمش اومده وارد آلت من شده، ولی اومده حالا یه کاری رو توش انجام داده، ولی من از خودم هیچی نگذاشته بودم اون وسط، برای من اصلا مهم نیسته اینکه این عمل رو انجام داد. یعنی این در اینجا اون سکس و اون تنشنی که ایجاد میتونه بکنه و اون سکس و اون فشار عصبی که ایجاد میکنه، اون طرف برای خودش خونسا میکنه. چون الان ما در جامعه این گفتمان رو زیاد داریم که اگر بدترین اتفاقی برای یه فرد میتونه بیفته اینکه مثلا مورد تجاوز جنسی قرار بگیره یا عمل جنسی روش رخ بده، اگر تو بچگی مثلا این عمل رخ داده باشه، با تو تمام عمرت فکر بکنی که دیگه بدبختی، راجع به بدبختی های این فکر بکنی، دیگه راجع به هیچ چیز دیگه اصلا زندگی تو نداشته باشی. ما خب این گفتمان خیلی مورد سوال قرار گرفته تو نوشته‌های پست فمینیستا و اشاره مثلا میکنم به این کاترین بریاخ و فیلمایی که مثلا کاترین بریاخ فیلمسازای زن ساختن، که اینکه وقتی با تجاوز در سینما نگاه میکنن به شکل دیگری با تجاوز برخورد نگاه میکنن و تفاوت قائل میشن با نوع نگاهشون با نگاهی که مثلا کارگردانای مرد به تجاوز دارن، که مثلا تجاوز رو که عمل سالویشن مثلا توی زن مردها خیلی از این کارگردانا میبینن. مثلا تو فیلم یکی از فیلمای معروف آلمادوار ساخته تاکتومی، مرد میاد به زن تجاوز میکنه، از خواب بیدارش میکنه و مثل اسلیپینگ بیوتی که از خواب بیدار کردی با سکس، مثلا زندگی زن از این رو به او رو میشه و یک حالت مثلا سالویشنی توی زندگی زن بر اساس عمل تجاوز هست شکل میگیره. که خب خیلی نسبت به این نگاه آلمادوار انتقاد کردم. حالا آلمادوار آخر بیل سعی میکنه که مثلا اون فرد رو پانیش بکنه، ولی کلیت داستان روی ساختار اسلیپینگ بیوتی ساخته شده. در مقابل اون خب ما یه فیلم مثل این فیلم امروز رو داریم که در اون اصلا با این تجاوز و اینکه اتفاقی که داره رخ میده به صورت یک چیز منفی نگاه نمیکنه و اصلا این زن اصلا احساس میکنه که لازم نیست به طور مثال پیش مثلا پلیسی کسی بره، خودش احساس میکنه که میتونه ماجراش حل کنه و این خب در با کلیت ماجرا هم در هماهنگی است. چون بالاخره ما شخصیتی رو میبینیم که پدرش در گذشته قاتل زنجیره‌ای بوده، نسبت به اجتماع اطرافش یه حالت ترس رو داره و دوست نداره داره خودش رو دخالت بده. به هر حال این شخص نه به پلیس مراجعه میکنه، نه حتی یکی از مهمترین گفتمان هایی که مثلا در مورد تجاوز وجود داره مثلا این هست که تو نمیتونی ثابت کنی تجاوز در مورد صورت گرفته تا اینکه مثلا بری بیمارستان و بیمارستان گواهی بده. و اینو خب خیلی از فمینیست‌ها مورد انتقاد قرار میدن که یعنی چی ما باید بریم حتما گواهی از دکتر بگیریم تا مشخص بشه تجاوز شده؟ یعنی اصلا حتی به پزشک مراجعه نمیکنه که اون گواهی رو بگیره، کار خودش رو میخواد از حق و حقوق خودش دفاع بکنه. که خب این نگاه کردنش رو کسایی که به مسئله تجاوز میپردازن و از نگاه پست فمینیست دارن و یه خانش متفاوت میکنن به مسئله بدن و ارتباط بدن با هژمونی کالچر هژمونیک در زمان معاصر وجود دارن، خانش متفاوتی از این موضوع میکنن و خب این رو ما تو ساختار فیلمای میتونیم قرار بدیم که کارگردان مثل کاترین بریاخ اینا ساختن و نگاه متفاوتی رو به تجاوز داشتن. حالا ما میرسیم به اون بحث سوم که اگر فکر میکنم این بحث میتونیم واستر بشه به مسئله تجاوز، اگر این رو مقایسه بکنیم با کار فرهادی. مثلا ما فیلم فروشنده رو فکر میکنم اکثر ما دیده باشیم. تو فروشنده ما رعنا رو داریم و عماد، که در اون داستان عماد و رعنا اگر یادتون باشه رعنا این ایلدی با ما القا میشه که رعنا مورد تجاوز قرار گرفته و عماد هسته که به طور مثال در طور پروسه و مسیر داستان سعی میکنه که نسبت به حق رعنا رو بگیره. از سه جنبه ما میتونیم این دو تا فیلم رو مقایسه بکنیم، یه شباهت‌ها و یک تفاوت‌های تو این سه تا کار احساس بکنیم. اولا اینکه بحث اجتماع، تو هر دو تا فیلم اگر نگاه بکنیم کارگردان‌ها به این عقیده هستن که جامعه جایی هست که قابل اعتماد نیست. تو فیلم فرهادی به پلیس و نیروهای امنیتی و اینا اصلا مراجعه نمیشه وقتی که رعنا مورد تجاوز قرار میگیره، عماد هست که کار خودش رو میخواد انجام بده. و تو این فیلم هم اگر نگاه بکنیم جامعه جایی هست که اصلا مورد اعتماد این شخصیت نیست. من جالبه که با فرهادی صحبت میکردم، از فرهادی پرسیدم که چرا عماد پیش پلیس نمیره و اون گفتش که آره اگر این اتفاق تو فرانسه رخ میداد این میتونست بره پیش پلیس، ولی تو ایران فایده نداره پیش پلیس بره. حالا ولی جالبه که تو این فیلم حالا ندید بود فرهادی، تو این فیلم هم پیش پلیس این شخصیت اصلی اصلا نمیره.
و خب حالا این خیلی جالبه که با کلیت داستان هم همپارچگی داره، این اتفاقات مختلفی که داره رخ میده برای ما تعریف میکنه که چرا این پیش پلیس نمیخواد بره. اولا میتونیم ببینیم که این مشکل با پدر رو ما میدونیم، این که مثلا این شخصیت هست که با پدرش و گذشتهش کاملا مشکل داره و یک احساس ترس رو داره نسبت به اجتماع و میترسه مورد سوءزن واقع بشه. مادرش مادری هست که در اون رابطه سالمی رو با مادرش اینجا نمیتونه بازی بکنه، مادرش مثلا با دوست پسرش تمام اون تخطی داره میکنه مثلا نسبت به اون فرم استابیلیتی و اون فرم پایداری که در فکر هست. رابطه خودش با عشاق همواره متزلزل هست، هیچ استابیلیتی توشون نیست. در محل کارش وقتی که میریم میتونه ببینیم که افراد محل کارش هم همیشه اونها یه جوری میخوان اینا اذیتش بکنه یا این میخواد اونها رو اذیت بکنه. یعنی تراست در هیچ کدوم از لول ها دیده نمیشه و این شخصیت هست که اصلا نمیتونه به اجتماعش و دیگریش هیچ اعتمادی رو داشته باشه. خب در این صورت این دو تا فیلم خیلی نزدیک هستن، هر دوتاشون یک جوری میستراست به سوسایتی رو ما میتونیم ببینیم. اینجا در هر دو تا فیلم ایده القا میشه که این شخص هسته که باید مثلا از حق خودش دفاع بکنه. فقط حالا تفاوت در اینجا بزرگ در اینجا هسته که در فیلم فرهادی شیم خیلی وجود داره، شرم و حیا زیاده، مفهوم خیلی کالبدی داستان هسته. اماد به خاطر شرم و حیا هست که یک دفعه از یک فرد اینتلیکچوال روشنفکر تبدیل میشه به یک شخصیت شبیه فیلم مثلا قیصر یا فیلم، تبدیل میشه به یک گاو به قول معروف و تصمیم میگیره که دفاع بکنه از اتفاقی که برای مثلا رعنا افتاده. بعد فرهادی خودش هم تو مصاحبهش میگفتش که تمام این بدبختی ما دیگه هست از دیگران هست که در مورد ما شک میگیره، یعنی ارتباط با دیگران هست که باعث میشه ما وارد هل بشیم، همون حرفی که معروف سارت میزنه. این اشخاص به تنهایی خودشون در آسایش به سر میبردن، ولی وقتی که ارتباط با دیگران بهشون وارد میشه اینا از اون محیط سیف پلیسشون، از اون سیف زونشون خارج میشن. خب اینجا و اینجا شیم رو مقصر میدونست، اون شرم و حیا و ولی حالا اون شرم و حیا تو فیلم فرهادی از یک جنبه کار نمیکنه، از جنبه های چون حالت یونیتی رو هم میتونیم بگیم تا حد زیادی ایجاد میکنه، یعنی از طریق همون شرم و حیا هست که بالاخره اون جامعه یک پارچگی خودش رو احساس میکنیم تا حد زیادی حفظ میکنه. همون دوگانگی که مثلا تو نوشته های هگل هم راجع به شرم و حیا هست رو ما میتونیم تو فیلم فرهادی تا حد زیادی داشته باشیم، ولی تو اینجا ما با یه فیلمی روبرو هستیم که شرم و حیا دیگه اصلا مفهوم نداره. حالت نیچه‌ایواری که دوستان گفتن دقیقاً ما در این مثلا شرم و حیا داریم دقیقاً مشاهدهش میکنیم که اینا، و یه دیالوگ خیلی مهم هم داره توی این فیلم که خود اون زن به راحتی داره میگه که نباید به اون چیزهایی که شرم و حیا ایجاد میکنه ما اهمیت وافری رو بدیم و اونها رو خیلی مهم قلمداد بکنیم. با شرم و حیا داره کاملا بازی میکنه، اصلا براش مهم نیست که جلوی کارمند مردش مثلا لخ بشه، یا اصلا براش مهم نیست که مثلا نگاه بکنه با دوربینش با همسایه‌اش و مثلا اونجا خود ارضایی رو انجام بده یا پاشو ببره زیر پای زیر میز و مثلا یه مرد دیگر مثلا لمس کنه. کاملا شرم و حیا براش ریخته، حتی اونجایی که مثلا کارمنداش میان بهش میگن که یه عکسی رو بهش نشون میدن، تو اون عکس مثلا صورت خودش رو قرار دادن و مورد تجاوز قرار میگیرن، با کمال پررویی میگه اینو شدیدترش هم بکنیم، یعنی دوزش هم حتی بیشتر ببرین. اصلا مثل اون کسایی هست که مثلا تو محیط فیسبوک میبینیم که بعضی وقتا مثلا یه عکس لختی از یک دختر مثلا دوست پسرش میخواد لو میده و ما میخونیم اون دختره میگه که آقا من اصلا عکسا دیگه ما همه رو میذارم بیرون که دیگه اصلا بیخیال، حالا هر غلطی میخوای بکنی بکن، من عکسای اصلا همین هستم، بدنم همین هست، حالا چی میخوای بگی. اینم دقیقاً همینجور شخصیتی رو داره دیگه، نمیگذاره اون کانسپت شرم و حیا اون فشاری رو که جامعه مرسالاری تولید میکنه رو بر این تحمیل بکنه. این اصلا با اینا بازی میکنه و ماورای اون شرم و حیا داره بازی میکنه و یک بخش مهم از قدرتش هم به خاطر همین بازی کردنش با شرم و حیا هست که داره صورت میگیره. و مهمترین موضوع مسئله انتقام هست که نیجتی قرار نیست کسی مثل اماد از راه برسه که مثلا تبرش رو برداره و نمیدونم بیاد از این دفاع کنه. اینم حالت مثلا تلما لویزی داره دیگه، خودش میره مثلا انتقامش رو بگیره و کاری هم به کار کسی نداره و وقتی هم بعد از این صحنه مثلا تجاوز صورت گرفته راحت مثلا داره گلاس شرابش هم داره میخوره و اونجا رفته حمومش هم داره میگیره، حتی مثلا اونجا وقتی که مارسوریشن انجام میشه بیا مثلا خون بلادی ازش در میاد و مثلا با اونم میاد حالا بازی هم میکنه، مثلا خرابش هم میکنه، مثلا براش مهم نیست، خودش میخواد مثلا انتقام و ریونج رو از اون سر ماجرا بگیره و
تمام داستان رو هم اونجوری میپیچینه که خودش دوست داره. خب و اینم بازم تفاوتش میده با فیلم فرهادی و دو تا نگاه کاملا متفاوت رو در بین دو تا سینما ایجاد میکنه. حالا هرچند که خب یه مقدار شدم سخت باشه مثلا واقعا اون نگاه فرهادی رو که مثلا نگاه متکی بر کانستراکتیویست پس با یک نگاه مثلا پست فمینیست مقایسه بکنیم، ولی به هر حال این تفاوتی هست که دو تا فیلم داره. با همین خاطر بودش که من احساس میکنم این فیلمی هست که مقدار جلوتر از زمانی خودش هست و بازی داره میکنه با یک سری ایده ها و با یک سری به قلقلک ذهنی ما میپردازه. بله، به هر حال تمام کنار هم قرار دادن اینها یه فیلمی رو ایجاد کرده که در اون توتال کلاپس، توتال اکلیپس، توتال دیستراکشن ما داریم میبینیم. دیستراکشن یکی از تم‌هایی هست که ما میتونیم همیشه تو کارهای ولورهوفن، روبوکاپش، تو فیلم بیسیک اینستینکتش، تو فیلم شوگرز همیشه این کانسپت دیستراکشن چیزی بوده که جذاب بوده. دیستراکشنی که از دور خیلی جذاب هست، یعنی وقتی از دور مثلا لایه‌های مختلف فیلم رو میبینی خیلی جذاب هست، هرچند وقتی به نزدیکشون میشی گاهن ممکن حالت ترسناک رو بده. و خود ولورهوفن دوش ما اشاره میکرد به نقاشی ترنر که و اینکه برای ترنر هم نگاه کردن به دیستراکشن از دور جذاب بود و اینکه من خیلی دوست داره که از یک اتفاق یک رویداد رو از دور نگاه بکنه و اون توتال دیستراکشن رو نشون بده. فیلمی هست که به نظر خود من این وقتی که داشتم با فیلم مثل غریزه اصلی مقایسهش میکردم به نظرم اومد فیلمی هست که بسته است. چون تو غریزه اصلی مخصوصا تو این سکانس آخرش حالت کاملا باز بودن احساس میشه، یعنی شارون استون اینکه چه اتفاقی میفته با رابطش با کاترین با میل گیبس با مایکل داگلاس خب سوال بود، ولی اینجا به نظر میرسه که این اتفاقات کاملا بسته شده و خب اون دوست پسره میاد یا اون ریپیس میاد کشته میشه و اون هپی اندینگ آخر فیلم رو ما میتونیم ببینیم. ولی خود کارگران این نظرش این بودش که این اولا که از بچه‌ها همینج گفتش که اون کشته شدن اون ریپیس چیزی نبودش که این زن پلان کرده باشه، چیزی بود اتفاقی بودش که رخ داده بود. اما دوست پسر از راه میرسه و این بلا رو سر این میاره. یا اینکه اون صحنه آخر هم صحنه‌ای هست که اون اوپن اندینگ تصویرش میکنه، اوپن اندینگی که در اون دو تا زن قرار هست نوع رابطه رو ادامه بدن. و خیلی جالبه که تو تمام فیلم اتفاقات زیادی رخ میده ولی تمام اونا باز هم مثلا یک بارشگی رو ایجاد میکنه. تو میتونی احساس بکنی که چرا این دو تا زن ممکنه در اندینگ در پایان به هم برسن. باز هم یه فضای فمینیتی و یک فضای هایبرید سکشوالیتی رو ایجاد میکنه که در اون مرزبندی بین این که مثلا رابطه درست چیه رابطه نادرست چیه تمام اینا شکسته شده، ارتباط با هر نوع فردی میتونه صورت بگیره. فیلمی هست که در اون تناقض ها به قول من چون دارم جمع‌بندی میکنم از حرفا و اینکه چی چیزهایی که بودش که خود کارگردان بهشون اشاره میکنه و تو صحبتم یادم رفت بگم، مثلا فیلمی هست که روی کانترادیکشن ها خیلی بازی میکنه، تناقضی که بین فضای مثلا مس وجود داره. ما از یه طرف داریم میشنویم که اینا دارن در مورد آهنگ کلیسا گذاشتن، از یه طرف اینا این دوتا رو ما داریم میبینیم دارن پوکر بازی میکنن، از این طرف این دوتا زن و مرد رو میبینیم دارن در مورد یک موضوع ضد مسیحیت با هم بحث میکنن. تناقضات در این فیلم اکستریم ها زیاد هستن، یعنی شخصیت همیشه ببینید تناقضات دارن بازی میکنن و این رو وارد کرده. در مورد مذهب هم پل ورهوفن خب نظراتش تا حد زیادی تو این فیلم وارد کرده بود و اینکه یه مقدار دید انتقادی رو داره نسبت به مسیح و خودش هم میگه آرزوش هست که فیلم بعدی که میخواد بسازه در مورد مسیح بسازه و دوست داشت که با یه دید مثلا خیلی متفاوت و جدید به زندگی مسیح وارد بکنه. اینجا هم اشاراتی میکره اینکه مثلا اتفاقاتی که توی داستان میفته رو ما میتونیم با بایبل هم تفسیر بکنیم و این خوانش های اینجوری هم نسبت به فیلم داشت. بله، مرسی. آره ساخته شده بعد فکر نمی کنم که فرهادی هم خبر داشته این با هم دیگه هم نه اصلا نبوده کاملا اما اتفاقیه و این فیلم مثلا اسکار میگیره. حالا من میدونم نظرات تو رو تو نوع دوم این فیلم فرانسوی رو دوست داری،
منتها از یه جنبه ای میگن در خدمت و خیانت جمهوری اسلامی. ببینید یه بچه هنر قضیه پوشیده بودن، پوشیده بودن و معنی مبهم بودنه که شما مثلا ندونی که اصل داستان بالاخره چی بود. از این جنبه اگه بخوام نگاه بکنیم، فروشنده خب یه سرگردن از این فیلم بالاتره. ببینید اتفاق محوری فروشنده چیه؟ اون چیزی که اسمش تو گذاشتی ریو، که ما نمیدونیم اون ریو اتفاق افتاده یا نه، و قصلا کل زیبایی این داستان این است که از یه جایی کلید میخوره، شما نمیدونید که این تجاوز اتفاق افتاده، تو اون حمومه چه اتفاقی افتاد. به خاطر فضای سانسور شاید این الغا شده، اما چقدر قشنگ، یعنی محصول کاری که فرهادی داره برده خیلی قشنگه. شما نمیدونید که اونجا اگه تجاوز اتفاق من دارم یه نظر چیز میدم، یعنی که سوال نکردم بعد بزنید دو دقیقه میذارم اول دو دقیقه. اوکیه، میخواستم نظر امیر رو بدونم رو چی؟ در مورد قصد فروش مقایسه که با فروشنده کرده بود. من میتونم سوالم بگم در مورد همون موضوعی که شما گفتین؟ من اگه باشم سوالم رو اینجوری میگم، چرا این دو تا فیلم رو اصلا با هم مقایسه میکنم؟ مقایسه ای هست که چند نفر دیگه هم کردنشون. من خودم همون روزی که این دوتا فیلم با هم دیدم یه استیتوس فیسبوک دادم که من امروز هم فروشنده دیدم و پشت سرش هم ال دیدم، و خیلی برام جالب بود که دوتا نگاه دوتا کارگردان به تجاوز و اینکه چجوری با برخورد کردن با ایجنسی یک زن، اینکه زن نسبت به موضوع چطور. بعد چند روز بعد دیدم یه مقاله تو بی بی سی راجع به نوشته شده بود، الان دیدم چند وقت یه مقاله دیدم تو سنسس آف سینما راجع به موضوع نوشته شده بود. یعنی موضوعی هست که واقعا دو تا فیلم بک تو بک پخش شدن و دو تا فیلم هم بودن که هر توشون راجع به برای اسکار نامینیت شده بودن. این موضوع این که مقایسه این دو تا چیزی بود که جذاب بود. بازم مرسی امیر، خیلی جالب و خوب بود. دو تا سوالی که من نقش اون شخصیت اون دختر اون عروسش به قرار برد، عروسش تو داستان نفهمدم که اون واقعا چه ظرفی به داستان کل فیلم داره، برای شاید تو کتابش بیشتر این کانکشن برقرار بود. رابطش با عروسش خیلی چیز عجیب، یعنی چرا اون شخصیت منیات داری به عروسش نمیفهمم چی رو میخواست بگه. یکی اینکه گفتی که مثلا خانم خیلی ریلکس و خیلی اتوریتیو بود و خودش میخواست سرنوشت خودش رو دست بگیره، ولی اشاره نکرده که تمایلات مازوخیستی هم داشت. چون دفعه دوم که رفت توی خونه این همسایه‌اش و خودش میدونست چه اتفاقی قرار بیفته، رفت تو بیسمنت و خودش دقیقا میدونست چه اتفاقی قرار بیفته، و برای من اون بازم مشخصا یه جای توضیح نداد. خواستن اون نظر چیه؟ و آخرش هم گفتی که این صحنه آخر تناقض خواستن، صحنه آخر هم گفتی که این ما نمیدونستیم که این همین اتفاقی قرار نبود کشته شه، ولی اتفاقی کشته شه، ولی زمان کاملا برنامه‌ریزی شده بود. چون بهش گفت من میرم به پلیس میگم و میخواد تحریکش بکنه که بیاد به این کار انجام بده، که بیاد حمله کنه به خونه، بنابراین کاملا برنامه‌ریزی شده، میخواست اینو بکشه و به همین دلیل گفتم من میرم به پلیس میگم که اینو تریگرش کنه که بیاد. آره، برگردیم به سوال آخرش. آخرت من خودم هم اول قرار کرده بودم که خب مثلا اینو پلند کرده بود که این کشتن صورت بگیره، مقاله هم راجع بهش نوشته، اونم میگه این پلند شده، ولی خب خود کارگردان که وقتی باش مصاحبه کردم گفت این پلند اصلا نبوده، این اتفاقی بوده که در اون لحظه رخ داده و این زنه میخواسته بازی بکنه با این و میخواسته این اتفاق دوباره مثلا اینو میدونست مثلا اینجوری از لحاظ سکسی عروض میشه و اینجوری به طرفش بیاد، اون اینجوری نگاه احساس میکرد که فیلمش قرار هست باشه. از این جهت من خب حرف کارگردان رو دارم روش مانوف میدم. در مورد مازوخیست و سادیسم و اینا خب من غیر طبیعی نگاهشون نمی کنم، و چون غیر طبیعی نگاهشون نمی کنم دلیل نمی بینم که مثلا به چیز عجیب غریب نگاهشون بکنم و توی کاتگوری خاصی ببرمشون. به صورت بیماری من نگاهشون نمی کنم. نقش عروسش خب این تا حد زیاد دیسفانکشنالیتی رو تو میخواست تو لایه های مختلف نسبت به نسل گذشته و نسل آینده و پدر مادرش تو همه رو نشون بده، که حالا شاید هم لازم نبود دیگه حالا وارد رابطه مثلا با عروسش هم بشه، شاید بخشی بودش که مثلا میتونست مثلا از داستان حذف کنه. ما فکر کنم فهمیدیم که مثلا این ارتباط خوبی رو با مثلا خانوادهش اینا نداره.
از این بود که زن قوی بود کاملا جالب بود و مقایسش با فروشنده هم که آدم میکنه اینه که خود زن میخواد به مسئله شو حل کنه تا اینکه در واقع تو فروشنده باز توی سیستم مردسالاری مرد میخواد مسئله زن رو حل کنه. این من میگیرم، ولی نکته‌ای که خیلی به نظر من مهمه اینه که وقتی که ما با دیگری سافرینگ ایجاد بکنیم این یه مقداری مسئله میشه که حالا توی مسئله این مرد با زن، چون مرد آخرش کشته میشه، داره مثل که کارگردان میگه که خب من دارم نتیجه میگیرم، ولی موقعی که خود این زن در واقع رابطه داره با شوهر در واقع دوست صمیمیش و سافرینگ برای دوستش ایجاد کرده، بعد آخر فیلم کارگردان این دوتا رو با هم نزدیک میکنه و میخواد این سافرینگ رو ماسمالی کنه، اینجا برای من یه ذره چیزه، چون معیاری که برای من مهمه که یوال هم خیلی تاکید داره روش مسئله سافرینگه که به ریالیتی آدم نزدیک‌تر. آره خب این یه جامعه متفاوت رو داره تشریح میکنه، جامعه که به قول معروف جامعه فرانسوی هست و تو اونم خیلی طبیعی بود مثلا لویی وقتی که میخواست بمیره مثلا دوست دختراش بیاره اونجا کنار زنش قرار بده، یعنی جامعه که توش اوپننس کاملا سکشوالیتی به صورت یک نرم تعریف شده تا حد زیاد، خیلی عادی هست که زن شوهر باشی دوست پسر دوست دختر داشته باشی. خب این مقداری مثلا اسکندالایی که مثلا برای ممکنه تو اروپا یا آمریکا رخ بده از سکشوالیتی برای فرانسوی‌ها تقریبا بی‌معنا هست. خب تو همون کانتکست این اشخاص حالا ممکنه مثلا برای ما حالا غیر متعارف باشه که مثلا خیلی روابط مثلا فیسفول و رابطه یک ضربدری اصلا بی‌معنا هست برامون، ولی خب تو اون کانتکست رابطه ضربدری وجود داره، این زن دیگه نمیتونه دیگه کدوم سافرینگ. خب این تنش با هم داشتن دیگه، عشق و علاقه با هم داشتن، اینجا تو تخت خواب با هم خوابیده بودن، همدیگر بوس هم کردن و خب اینم یک کششی بود دیگه بینشون، این گفت اون از دست رفته حالا میره سراغ دیگه، یعنی این جایگزین اونش قبولش کرد باشه، احتمال داره که مثلا عشق و علاقه این شاید هم بیشتر بوده که این در گذشته حال نسبت به این شخصیت وجود داشته باشه و اینو اروتیسیزم میشه برای این شخصیت مهمتر بود که قرار گرفته اون روی اون لایب. به نظر حداقل این چیزی بود که این فیلم داره ما منتقل میکنه. در جریان فیلم که میبینیم احساس میکنم که نه، یه جورایی شاید انتقام هم نبود، خریدن اسلحه، خریدن سپری، خریدن تبر هم شاید احساس من این بود که بیشتر در واقع دفاع از خودش بود تا انتقام، یعنی حتی یک لحظه بعد از دفعه دوم بود که فکر میکنم مورد تجاوز قرار کرده، یک لحظه به ذهنش رسید که من موفق شدم یک زیر سیگاری چیزی بردارم و مغز اون رو داغون کنم و بعد از اون یک آرامشی شاید من احساس میکنم داشته است که چقدر خوب شد که شاید من نتونستم این کار بکنم و من اشتباه میکنم، انتقام واقعا توش بود. انتقام خب طبیعتا وجود داشت، مقدار خشم و غضب وجود داشتش و اینکه حالا این پروسه هیلینگش که مثلا حالا به چه صورت می‌خواد فکر بگیره، خب احتمالاً هیلینگش با فکر کردن آنکانشسلی و نسبت به اینکه می‌خواد این انتقام رو صورت بگیره و خب این انتقام یک جایی که اگه دیده باشین مثلا ما اروتیک تنشن بین دو تا شخصیت میتونستیم ببینیم دیگه، این خودش مثلا زیر پا میزد و کشش پیدا کرد یا نگاهش میکرد با دوربین بایناکولار به سمت اون، یه مقدار علاقه هم داشتش نسبت به این شخصیت که شاید این علاقه مثلا یه مقداری روی اون بخش مثلا انتقامش تا تونست اون مقدار سرخفه ترش بکنه، یعنی استیفلرش میکنه که اینجا از دوباره اروس بر تانتوس غلبه پیدا میکنه. به هر حال این رابطه اروس و تانتوس به نظر میرسه که تو تمام بخش فیلم نقش اهمیت وافری رو داشته حداقل. حاشیه. شاید سکشوالیتی بعدم اینکه فکر کنم فرانسه فیلمو اصلا برای اسکار نفرستاد، ولی میگم چه جوری اصلا نفرستادن که حتی اسکار کاندیدش بکنه.
نه فرانسه اتفاقا نامینیتد فور اسکارش بود. بعد این فیلم تو سزار خیلی جایزه‌های اصلی سزار هم اتفاقا گرفت. بله گولدن گلوب هم گرفت. ولی خب جالبه گولدن گلوب بگیری بعد جز 5 تا هم حتی نباشه تو اسکار. آره وقتی میتونیم بگیم محافظه‌کاری اسکار بود دیگه نگذاشتم چیکار. بک تو بک با سرزمن من اول سرزمن دیدم بعد اینو دیدم. حالا نه فوتبالیش نمی‌تونم کدوم بهتره ولی وقتی میدونستم این کاری دو اسکار نیست گفتم سرزمن یکم شانس بود که این فیلم می‌دادن خریدم. و یکی دیگه اینکه یه اون صحنه‌ای که با گربه داره گربه رو بلند می‌کنه بهش نمی‌کنه ایزابل روپر که 60s یا 70s یه صحنه اینجوری داره من نمی‌دونم مال کدوم فیلمه خواستم ببینم تو می‌دونی مال کدوم فیلمه یعنی یه جورایی هامج به یه فیلم دیگه ایزابل روپر نه اینو نگفتم ولی در مورد گربه حالا میدونم که رابطش با گربه این مقطع بازم نوع شخصیت این شخص رو نشون میدادش ولی نمیدونم تو چه فیلم ایزابل او من خودم حالا پیانو تیچر هم فکر میکردم که تو پیانو تیچر هم ایزابل هوپر بود دیگه اونم تو این بادی یه شخصیتی بودش که بازی میکرد با سکشوال تنشناش دونم ببین بچه من مشکل دارم من با همه ای صحبت شما مشکل دارم الان سوالتو دونا بپرس اجازه بده تکلیف خودم رو روشن کنم این فیلم خیلی جدیه این فیلم درست نشده که من بیام با معیارهای خودم بگم که این خوبه این بده این فلانه مهمترین قضیه این فیلم این نیست که ما اینجا بیایم بگیم که میخواست انتقام بگیره میخواست اونو بکشه این داره به بن‌بست رسیدن مدرنیسم رو با عقل ساد مطرح میکنه یعنی این دروغ و دیویژنیه که دکارت و کانت درست کردن زیر سوال میبره انسان واقعی همینه اجازه بده و بعد شما نمیتونین خود شما بگین که انتقامش رو گرفت نه این زن خیلی راحت ریپ فانتزی داشت حالا علتش چیه؟ دونا این سواله نه خب بزن اگه دو دقیقه بگم میدم حرف بزن حسن رانگ تو رانگ میشه شما فکر میکنین دارین فیلمو تحلیل میکنین مثلا خود امیر بپرسین یکی پاشه بگیر امیر چی گفت میری رو زمین این فیلم خودش کیاسه این فیلم دیستربینگه هفته گذشته من فیلمی که نمایش دادی این خیلی دوزش زیاده خانه پدری رو 5 دقیقه نتونستم تحمل کنم در اون 14 دلار باید من بدم 14 دلار شدم 5 دقیقه it was too much این درست نشده که من بیام توجیهش کنم خودم رو ارضا کنم بگم زن قوی بود این کار رو کرد اون کار رو کرد در شما باید سوال ایجاد کنه باید تو بحران ببرتتون این فیلم نه اینکه با خیال راحت بگید زن قوی بود زن فلانی این اصلا سوال جوابشو هنوز مدرنیز پیدا نکرده شما چطور خودتون رو قانع میکنید اینو بذار تو دو دقیقه جونم اینجوری کرد اونجوری خب you're wasting your time باش بذار تو دو دقیقه مصطفی اگه میشه همچین چیزی تو دو دقیقه خوشا من یه سوال دارم برام پازله چون از همسرش که جدا میشه میگه که یه بار من دست بلند کردی میگه اونم یه کاری که هیچ‌وقت خودمو نمیبخشم از همسرش یه بار دست روش بلند کرد جدا میشه ولی میاد زیر یه نفر که مرتب سکس با کتک داره این برای من یه پازله خب بستگی داره که آخه این کاراکتر که اگر دیده باشیم دروغ اینا که زیاد میگفتش که ممکن است مثلا اون شخصیت اون همسرش رو خود نخواسته باش رابطش رو ادامه بده حالا این حرفی رو داره میزنه که دیگه یه بار مثلا دست رو دست من بلند کردی یعنی استابیلیتی شخصیتی که نمیتونید توی این بی‌راحتی ها مثلا تعریف کنی که حالا مثلا بگی که اونجا چرا این کار کرده یه مثلا ایمپالسیفه دیگه زنی هست که یک لحظه ممکن مثلا یک چیزی رو بیابی مثلا اون دوست پسر جدیدش رو اون پسره رو یه دفعه مثلا خسته شد ازش رفتش اون دختره مثلا حقیقت ماجرا رو گفت و رابطه رو برهم رخ رو تماما روی فرجیلیتی داره راه میره و خب این که از این جنبه خب خیلی سخت هسته که مثلا بتونی بگی که در گذشته چی گفته و الان داره به این چی میگه آیا ارتباطشون با هم چه شکل هسته رو من این مقدار سخت میدونم مرسی Thank you.